أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي صاحب الملك والجلال مولانا و ربنا و رب السماوات والارد فی دار دنیا و دار القرار با عرض سلام و احترام و درود خدمت بینندگان عزیز و نازنین شبکه جهانی آریانا همراهان همیشگی برنامه قصه های قرآن و مردم متدین و سرفرازی که ما را در افغانستان و در سر و نقاط جهان تماشا می کنند امیدوار دارای صحت و کامل باشین و زندگانیتان در و رحمت خداوند منان قرار داشته باشه خوشحال هستم از اینکه یک بار دیگر من احمد خیام صادقی در کنار دختران و پسران نازنین و به اتفاق دست کوشای برنامه قصه های قرآن تا نیم ساعت دیگر مهمان خانه های شما خواهیم بود توجه شما را تا آخرین دقایق برنامه خواهان هستم نگفتن امانه که آرزو دارم ایام پر سعادت و برکت ماه مبارک رمضان را همه تان در کنار فامیل های نهایت محترم به خوبی و خوشی و سلامتی بگذرانین و آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما را هم در این ماه مبارک دارم خوش میگم دخترا و پسران نازنین به قصه های قرآن امید وارستم صحتشان خوب باشه خوب است این و دخترا؟ بله که بخیر بریم قصه قرآنی امروزی خود را شروع بکنیم؟ باله. پیش از اینکه قصه خود را شروع بکنیم باید رووری بکنم که بینندگان عزیز و نازنین لطفا ما را در صفحات اجتماعی دنبال بکنین سر بزنین به چنل یوتیوب قصه های قرآن چنل یوتیوب شبکه جهانی آدیانا و همچنین ما را در صفحه فیسبوک هم دنبال بکنین ویدیوهای ما را لایک بکنین و همچنین نظریات نیکتان را با ما شریک بسازین پیش از اینکه بریم قصه قرانی امروز خود شروع بکنیم که قصه یک از پیامبران اولوالعزم بزرگ پروردگار هست بیاین که همه ما و شما بریم بسته تلاوت برنامه آیات قرآنی مرتبط به قصه امروز به صدای زیبای قادی صاحب عبدالکبیر حیدری بشنویم و دوباره برمیگردیم و قصه خود را شروع بکنیم فعلا شما و بسته تلاوت برنامه قصه های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم بندقون عزيز برنامج قصة هاي القرآن تبارك خوش قصه امروزی ما و شما قصه یک تن از پیامبران اولو لازم حضرت موسی علیه السلام است یک تن از پیامبرانه که بسیار زیاد یک قصه زیبای قرآنی داره بسیار زیاد زحمات و تکلیف ها را متقبل میشه تا مردم را نجات بده با یک پادشاه بسیار متکبر و مغروری که دعوای خدایی میکنه مقابل میشه و سبب عظیم میشه که مردم از ظلم و ستم نجات پیدا بکنند ای پیامبر بزرگوار اسمشان است حضرت موسی علیه السلام قسمی که من برتان بیان کردم که ما در سلسله برنامه های رمضانی خود شروع کردیم از قصه آدم ابوالبشر از قصه حضرت آدم علیه السلام شروع کردیم نقطه‌ای که رسیدیم به قصه دیگر پیامبران و در آخرین قسمت از برنامه قصه های قرآن ما قصه کی را بر شما بیان کرده بودیم حضرت ایوب علیه السلام را و پیش از او حضرت یوسف علیه السلام بعد از وفات یوسف علیه السلام بعد از وفات امی پادشاه دوباره بتپرستی بر سرزمین مصر حاکم میشه تا که در میان پادشاه ها یک پادشاه بسیار ستمگر می به نام فرعون ای فرعون که در منابع تاریخی نامش ذکر شده رامسس دوم و در قرآن کریم برش اشاره شده به نام فرعون وقتی که فرعون پادشاه مصر میشه در او زمان در مصر دو قوم بود یکی قوم قبطی بود کمی دارودسته و فرعون و قبیله فرعون و پادشاه بودن که تمامشان با پرست و بسیار زیاد مردم های متکبر و مغرور بودند و یکی بنی اسرائیل بود که همی قوم و قبیله حضرت یعقوب علیه السلام و یوسف علیه السلام بود که به مصر آمده بودن در همین قسمت می که وقتی که فرعون پادشاه میشه میبینه که نمرود مثل نمرود واره که من هم قدرت دارم هم ثروت دارم هم پادشاه هستم هم بسیار زیاد قدرت و شکوه پیش من هست من چرا ادعای خدایی نکنم من از این چهار دانه کم دارم که اینا خدا هستن من خدا نیستم نه من خودم خدا هستم گفت گفت من خودم کی هستم خدا هستم اینی رب کمال یعنی ترجمه چی هست که مکی هستم پروردگار شما هستان در همین وقت می باشه که فرعون یک خواب می بینه در خواب خودش مشاهده می کنه بنابرای بعض از روایات که از میان قبیله بنی اسرائیل یک آتش بلند میشه و قصر فرعون را از بین میبره و قصر فرعون برخورد میکنه و قصرش را تکه تکه میکنه و خاکستر میگردونه آجل از خواب بیدار میشه وقتی که از خواب بیرون میشه همین معبرای درباره در نزد خودش میخواه و میگه ای معبرین من بینی رقم یک خواب دیدیم بینی شکل یک خواب را دیدیم یک آتش از سمت بنی اسرائیل بلند میشه و به قصر ما میخوره و مرا از قصر را از بین میبره گفت تعبیر از این چی است؟ تعبیرش ای است که یک فرزند یک پسر از بنی اسرائیل به دنیا میگه که سلطنت تو رو ایران میکنه وقتی که ایگه پرفره اونچونید بسیار زیاد ترسید گفته که من چی بکنم من چی بفهمم کنم از یا سلطانت مرا ویران میکنه چه قسم ویران میکنه من خواب دیدیم یک تصمیم گرفت گفت من یک کار میکنم ما گفت تمام پسرهایی را که در بنی اسرائیل به دنیا میاره, میاره از یک سر از بین وقتی که پسر در میان بنی اسرائیل نباشه خود کی دیگه سلطنت مر نابود کنه تمام پسرایی که گفته بنی اسرائیل تازه به دنیا میاین را از بین ببرین با وقتی که این دستور صادر شد در میان بنی اسرائیل هر کسی که صاحب فرزند میشد او پسر می بود اسکرای فرعون می آمدن و پسرها را می گرفتن از بین می تا ای که یک روز مادر حضرت موسی علیه السلام که ما در بعض از منابع اسم از اونها را یوکابت داریم و یوکابت ذکر کرده بودن ای که مادر حضرت موسی علیه السلام چی اتفاقات برش میفتر الله بعد از یک وقفه کوتا هم خدمت شما و هم خدمت بین های عزیز بیان میکنیم فعلا یک رفت و برگشت کوتاه داریم دوباره در بخش دوم برنامه قصه های قرآن با ما همراه باشیم بین دگان عزیز برنامه قصه های قرآن خوش آمدین به بخش دوم برنامه ما در قسمت از قصه خود قرار داشتیم که فرعون دستور میده که تمام سرای بنی اسرائیل را از بین ببرند در همین وقت می باشه که مادر حضرت موسی علیه السلام که ما برتون گفتم که در بعض از منابع نامشته یوکابت نوشتن یوکابت باز حمل میکنه و آهستا نزدیک ولادت میشه که حضرت موسی علیه السلام متولد شده هنگامه که وقت فرا میرسه و ولادت صورت میگیره حضرت موسی علیه السلام متولد میشه وقتی که متولد میشه و یوکابت میبینه که پسر هست هم بسیار خوشحال میشه و هم بسیار زیاد خفه میشه متاثر میشه وقتی که متاثر میشه بختر ازی متاثر میشه که خب پسر وقتی که در میان بنی اسرائیل تولد شوه و قبتش کجاست خواسکرای فرعون میهن از بین میبرنش و بختر خوشحال میشه که خداوند یک طفل بسیار زیاد زیبا خوش چهره نورانی برش داده و حضرت موسی علیه السلام در آغوشش میگیره همین دایه که همین پرستاره که آمده بود تا حضرت موسی علیه السلام را باشه پرستاری بکنه و امی صحنه را به پیش ببره متعجب میشه وقتی که چهره زیبا و نورانی حضرت موسی علیه السلام را میبینه در همین وقت میباشه که مادر موسی علیه السلام حضرت موسی را تا یک چند روز در نزد خود نگه میداره که دوباره این گب در شهر پخت میشه که اسکرای فرعون آمدند دیگه که باز اطفال بنی اسرائیل را از بین ببره اینجا مادر حضرت موسی علیه السلام بسیار زیاد به ترس و حراس میفته میگه من با این طفل چی بکنم این طفل خود تازه به دنیا آمده همین قسمت می باشه که به با مادر موسی علیه السلام از طرف پروردگار مستقیما الهام میشه که میگه که تو برو فرزندت موسی را در میان یک سبد قرار بدی و به دریای نیل بینداز مادر موسی علیه السلام بسیار زیاد پرایشان میشه میگه این طفل ما در بین یک سبد بانم و در بین موجای دریا ایلاش بکنم رهاش بکنم زندگی کرده میتونه زنده بوده میتونه کرا ماهی یا نهنگ نه نمیوه کی را بخوره خدایا پس گفت درست است وقتی که امر توست من به امر تسلیم هستم، من موسا را به تو میسپارم همین قسمت بود که مادر حضرت موسی علیه السلام حضرت موسی را در میان یک سبد قرار میته و میگذارش در میان رود نیل یا دریای نیل وقتی که سبد کمی از مادر حضرت موسی علیه السلام دورتر میشه کم پرایشانی میاد در دل حضرت در مادر حضرت موسی علیه السلام میگه خدایا این طفل چه قسم در میان ازی آب زندگی بکنه چه قسم در میان از این موج های دریا این به کجا میرسه این به دست کی بزرگ میشه خدای خودت حفاظتش بگو دوباره به مادر حضرت موسی علیه السلام گفت که این چی حرف باطل هست؟ چرا توی پرایشانی در دلت هست ما گفت حضرت موسی را گرفتیم چیز را که تو میان دریا رها کردی ما رهایش نمی کنیم تحت حفاظت ما تحت پوشش ماست در تو تنها عشق و مهر مادری است شیوه ما عدل و بنده پروری است تو که فقط عاطفه و عشق مادر را داری اما ما سال که خدایی میکنیم و سال که در به بنده پروری مشغول هستیم و بنده های خود را حفاظت میکنیم پس تو اصلا تشویش نکو خواهر موسی علیه السلام هم در می قسمت ایستاره بود و میدید که سبد برادر کوچکش که هنوز خیلی خورد از در میان امواج دریا از این طرف به اون طرف میره در همین قسمت قصر فرعون این همه باید برطان بگیم که نزدیک دریای نیل بنا شده بود با وجود که فرعون یک پادشاهی بسیار زیاد ظالم و متکبر بود که خودش را خدا خطاب میکرد کرده اما یک خانم بسیار زیاد سرفراز و شجاع و دلیر داشت که یکی از زنان برگزیده تمام بشریت از دختر و پسران اسم زن بود حضرت بیبی بی, بی آسیه که هیچ وقت فرعون را قبول به حیث خدا نداشت و بود نبود ما قصه ایش هم مزمه برتون می کنم که چه قسم ایمان میاره و چه قسم در مقابل فرعون استاده میشه و میگه که تو خدا نیستی حضرت بیبی بی, بی آسیه در کنار رود نیل در مکانی که متصل به قصر بود ایستاده بود و دریا را تماشا میکرد که دید که از اون طرف یک سبد آمده میره و در بینش یک طفل بسیار زیاد زیبا و خوش چهره هست چهره پیامبران الهی طبعا نور می داشته باشه وقتی که سبد آمد در نزد حضرت بی بی آسیه سبد را با دستانش نگه داشت بلند کرد از میان سبد امو طفل را که حضرت موسی علیه السلام بسیار زیاد دلنشین بود چیره حضرت موسا طفل را در آغوش خود گرفت رفت به طرف داخل با شوهرش به فرعون گفت آسیه ملکه بود پس او هرش به فرعون گفت گفت ای فرعون من میخوایم ای طفل را نگاه بکنم مثل فرزند خوانده خود و خودم بزرگش بکنم خب فرعون همچون خواسته همسرش بود گفت درست است اما تا این وقت که من براتون این قصه را میکنم در او زمان آسیه مخالفت نکرده بود علنا با فرعون درست است در قلب خود خدا قبول نداشت فرعون اما مستقیم برش نگفته بود بعدها هم میگه بازی قصه را میکنم ادامه اشته میگه ای فرعون من میخواییم این طفل را به فرزند خاندگی بگیرم میگه بگید درست است مشکل نداره همی قسم می باشه که حضرت موسی را در آغوش خود میگیره اما می بینه که بسیار گریه میکنه کنه حضرت موسی می فهمه خب حالی تفل بسیار زیاد چی است گشنه هست و باید برش شیر داده شود اساکرش را بیاسی بی را آن می در میان اسکرایش را در میان شهر و میگه شما بدین یک دایه پیدا بکنین که بیای ای تفل را شیر بده که بسیار زاد گرس نه هست چندین دانه دا دایره را اساکر میارن اما شیر هیچ ایتفل قبول نمیکنه. حضرت بی بی آسیا ناچار میشه میگه برین در میان مردم بگوین که اگر کدام دایی بسیار زیاد فوقلاده باشه یک دایی بسیار زیاد خوب باشه که بیای امی طفل ما شیر بته نقطه که اسکرا میاین در میان شهر میگن که این قسم یک تفل هست ملکه دستور دا داره که یک دایه بیای وی بده شیر حضرت موسو از خواهرش از امو گوشه ساحل دید که آسیا گرفت مادر امی امی تفل را حضرت موسی علیه السلام را برادرش را و میگه میگه من یک زن که میتونه این طفل شما را شیر بده می کی بگو میره پیش مادرش پیش مادر حضرت موسی علیه السلام و مادر خودش خواهر حضرت موسی میگه که اینی خانم است شما بگیرید اینی رو در قصر کی به امو طفل شما شیر بده همین قسمت می باشه که مادر حضرت موسی علیه السلام میره در قصر فرعون و پسر خودش را که بر دریا رها کرده بود و ترسیده بود که نکنه که خداوندی را فراموش کند در آغوش خودش دوباره میگره و خودش بر شیر میته و وقت شکر خداوند را به جای میاره می میگه درست است خداوند که ببین که تو موسا را در خانه دشمنش هم بزرگ کرده میدونی. من موسا را در میان دریا رها کردم اما تو را به قصر رساندی ای بود قصه حضرت موسی علیه السلام و مادرش البته ادامه داره این قصه حضرت موسی علیه السلام بزرگ میشه چه قسم بزرگ میشه کرام کارها انجام میده او را انشاءالله باز بخیر در برنامه بعدی هم برای شما هم برای بیندای عزیز و نازنین بیان میکنیم تشکر از حوصله مندی شما و تشکر از بیندای عزیز نازنین که تاییدن با برنامه ما همراه بودن فعلا یک وقفه کوتاه داریم و در بخش پرسش و پاسخ برنامه هم با ما همراه باشید بیندگان عزیز و برنامه قصه های قرآن خوش آمدین به بخش پرسش و پاسخ برنامه در برنامه خود در قسمت امروزی خود ما اشاره کردیم به قصه حضرت موسی علیه السلام و چند پند و اندرس را هم بیان میکنم و بعد میداشت باشیم سوالات دختران و پسرا اولین پند و اندرس بزرگ و مهمی که ما میتونیم از این درس بگیریم این است که خداوند وقتی که بخواد کسی را نگاه بکنه حفاظت بکنه در هر جایی هم که باشه حفاظت میکنه موسی علیه السلام را در قصر فرعون در قصر دشمنش اگر او میدونست که همو طفل که قرار است از بنی اسرائیل قصرش از بین ببره و سلطنتش از بین ببره را خودش همیال فرزند خوندهش گرفته پس این تقدیر خداوند است که وقتی که خداوند چیز را مقدر بکنه خواست داشته باشه اراده داشته باشه پادشاه هم اگر باشه در مقابل خواست رادش این سلگی کرده نمیتونه پندو انداز دیگر را که ما میتونیم از این قصه بگیریم این است که ببینین حضرت موسی علیه السلام را خداوند در میان آب نگاه کرد او خداوند هست که ابراهیم را در میان آتش نمرود حضرت یوسف را در بین چاه حضرت موسی را در میان آب و پیامبران دیگر را از بسیار لحظات مشکل نجات داده و حفاظت کرده پس بیاین که همه ما و شما هم خود را به خداوند تسلیم بکنیم و تسلیم اراده از او باشیم در کنار زحمت و سعی و تلاشه که خدا ما میکنیم سوالات شروع میکنیم از پسرهای نازنین بسم الله الرحمن الرحیم سلام به استاد گرامی سلام با بینده های عزیز سوالی از ما این بود که چرا مادر حضرت موسی پسر خود را در آب ایلا کرد سوال بسیار زیاد زیبایی که چرا مادر حضرت موسی علیه السلام پسر خود در آب رها کرد بخاطر از اینکه من برتون گفتم که فرعون چی میکرد؟ تمام پسرانی که در بنی اسرائیل به دنیا می را از بین می برد خود چون اون خواب رده دیده بود که از میان قبلی بنی اسرائیل یک آتش می و قصرش را ویران می کنه به همین دلیل تصمیم گرفت که تمام پسران بنی اسرائیل را از بین ببر و مادر حضرت موسی بخت از اینکه حضرت موسی را پیدا نکنن نسکرهای فرعون و حضرت موسی را هم از بین نبرند به امر خداوند به الهام خداوند حضرت موسی علیه السلام را در میان دریا رها کرد که ما دیدیم که از میان دریا حضرت آسیه او را گرفت و به فرزند خاندگی خود قبول کرد و آخر هم چه قسم دایه پیدا نشد و مادر حضرت موسی مادر خودش دوباره را فرزند خودش را در آغوش گرفت و فرزند خودش را برش شیر داد و او وقت قبول کرد قبول کرد که با خداوند چقدر قدرت داره و چقدر وقتی که بخواه یک کار را انجام بده هیچ کس مانش شده نمیتانه سوال بعدی را میگیریم از پسران نسلی. بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترامت خدمت استاد محترم و بیننده های آریانا سوال مایی بود که چرا حضرت موسی شیر دگه زنها را قبول نمیکرد نه شیر مادر خدا سوال بسیار زیبایی که چرا حضرت موسی علیه السلام شیر دیگر خانم ها را قبول نمی کرد بخاطر از اینکه خداوند می خواست یک تسکین بده به مادر حضرت موسی علیه السلام هم و هم مادر را به فرزندش برسانه و هم یقین قلبی به مادر حضرت موسی علیه السلام بده که ببین که اگر تو فرزندت در میان آب انداختی من قدرت دارم که از یک رای دیگر بر تو برسانم و هم درد مادرش را تسکین بده که از فرزند خو دور نباشو په پسر خو په فرزند خو نزدیک باشه او د دوری فرزند احساس نکونه سوال بعدی را میگیریم از بیسون جان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاته زما سوال ودا ده چې حضرت موسی السلام کنه کله چې دای چواخسته دی موري د ناسکم موري دی بیا غته دریا نخسته او دې و خو ښه سوال سم جان سوال بسیار سوت په پرسیدن و ای هم ترجمه هست که چرا حضرت امی مادر ناسکه حضرت موسی علیه السلام یا حضرت بیبی بی آسیه وقت کور از دریا گرفت آیا به فرعون نگفت که ما این از دریا پیدا کردیم در این روایت متفق وجود نداره بعضا میگن که در بله گفت که من در کنار دریا بودم و حضرت موسی علیه السلام عمیف طفل از دریا گرفتم و فرعون هم مشکل نداشت و بعض در بعض نقاط در بعض روایت دیگر میگه که اصلا این مسئله ذکر نشد بیان نکرد و فقط گفت که ما این طفل را پیدا کردیم و میخوایم که به فرزند خواندگی خود بگیرمش ای بود پاسخ سوال خودت ویسام نازنین سوالات دخترها هم داشته باشیم تشکر بسم الله الرحمن الرحیم اسم حضرت موسی علیه السلام کی سرش گذاشت سوال بسیار زیاد زیبا که اسم حضرت موسی علیه السلام را با کی بالایش گذاشت بنابر برخی از داریم که همو زمانی که وحی شد به یوکابت یا مادر حضرت موسی علیه السلام البته الهام شد الهام که برو موسا را به دریا بنداز در همون قسمت ذکر کرده بود که فرزند تو پاک هست ستوده است به اسم موسا و قرار از در آینده پیامبر خداوند شود باختن نجات از این پیامبر تو بروی را بر درون یک سبد بنداز و بگذار در میان دریا به این روایت هست که میگن اسم حضرت موسا علیه السلام بنابر الهام پروردگار و ریشه الهی گذاشته شده میراشته باشیم بعدی ده بسم الله الرحمن الرحیم چرا فرده فرعون فرعون چرا نفهمید این پسر حضرت مو موسی علیه السلام سوال بسیار زیبایی که چرا فرعون نفهمید متوجه نشد ای فرسند ای که ای فرزند این پسر حضرت موسی علیه السلام اما کس است که قرار است یک روز سلطنتش را از بین ببرد به دلیل ازی که چون طفل بود و فرعون نمیدانست که ایت بنی اسرائیل است فرعون نمیدانست که این مربوط قبیله بنی اسرائیل میشه خود چون اگر میدانست که این مربوط بنی اسرائیل هست آنن را به قتل میرسند نمیکرد که در قصر خود نگاهش بکنه چون یک طفل بود کنم مثلا نوشته نبود کنم چیز نبود که بفهمان اینه که ای تفل خواهد از بنی سلس فکر کرد یک طفل هست شاید از قبطی باشه شاید از مردمان دیگر باشه وقتی که همسر دوست داره را همراه خود داشته باشه چقدر زیبا هست که ما هم را بگیرم و مثل فرزند خود بزرگش بکنم چون یک چهره بسیار دلنشین هم داشت حضرت موسی علیه السلام و این هر روی از اونها روا داشت گروه به فرزند خواندگی بگیرن تشکر تشکر از شما و از بینندگان عزیز نازنین که تایدم با برنامه ما همراه بودن تا برنامه بعدی که دوباره با اتفاق پسران دختران نازنین و در کاران گوشای برنامه از طریق شبکه جهانی آریانا در خدمت شما قرار میکنیم شما را به الله پاک و بینیاز می سپارم ایام بکامتان